سرخط خبرها ولایت بلخ به گورستان طالبان مبدل شد طالبان هر کس از قوانین ما انتقاد کند به دادگاه معرفی می شود طالبان تا یک سال گذشته پیش 600 ساختمان را در کابل بسته کرده ایم معاون ترامپ طالبان و القایده به گونه مشترک و در یک قلمرو فعالیت می کنند و بستن سفارتخانه ها و روند عادیسازی طالبان محرومیت اسناد شهروندان آواره افغانستان در خطر است سلام دوستان به مجموع مهمی این کانال خوش آمدید طالبان هر کس از قوانین ما انتقاد کند به دادگاه معرفی می شود وزارت عدلی طالبان قوانین تصویب شده توسط این گروه را کاملا شرعی دانسته و هشدار داده است که هر کسی با این قوانین مخالفت کند به دادگاه معرفی خواهد شد این وزارت روز پنجشنبه 22 سنبوله در یک اعلامیه افزوده است که انتقاد از قوانین این گروه به عنوان ایراد بر شریعت محسوب می شود در متن اعلامیه آمده است از این پس هر شخصی که در رسانه ها یا دیگر مجالس با اسناد صادر شده توشیه شده طالبان مخالفت کند به دادگاه کشانیده خواهد شد وزارت عدلی طالبان به نقل از رهبری این گروه تاکید کرده است که تمام ادارات دولتی مکلفند اسناد تعیین شده خود را مطابق شریعت تنظیم کنند طالبان همچنین خاطر نشان کردن که اگر کس درباره قوانین این گروه ملاحظات داشته باشد می تواند به وزارت عدلیه مراجعه کند طالبان در حال منتقدان خود را تهدید کرده که قانون امر به معروف این گروه با مخالفت‌های شدید نهادهای حقوق بشری و شهروندان کشور روبرو شده است. طالبان تا یک سال گذشته پیش از 600 ساختمان را در کابل بسته کرده ایم. مسئولان اداری شهرداری طالبان در کابل می که این اداره تا یک سال اخیر 625 ساختمان را به دلیل نداشتن فلتروا بسته کرده است. آنان روز پنجشنبه 22 سنبوله در برنامه حسابدهی طالبان گفتند که طی این مدت جریان فاضل آب 825 ساختمان و منازل رهایشی به دریای کابل قطع شده است به گفته طالبان در یک سال اخیر یک لک هزار کیلومتر جادی عمومی و فرعی در بخش های مختلف شهر کابل کانکرتریزی، سنگفرش، توسیه و ترقی کرده است. نصب و فعالسازی 5000 چراغ کنار جاده ترمیم 9700 پایی نورپرداز در نوایی مختلف شهر کابل نصب لوه های در نوایی بیست دوگانه و انتقال 2068 موانی از اندنقاط مختلف شهر از دستاورت های دیگر این اداره در یک سال اخیر انوان شده است. بر اساس اطلاعات طالبان، حدود 200 پروژه شامل تاسیس و کانکریتریزی کوچهها، کوچه ها، کانال ها و سرسیبزی پارک ها، زیر پلان شهرداری این گروه در کابل است این پروژه ها در همکاری با دفتر خارجی تطبیق می شود ولایت بلخ به گورستان طالبان مبدل شد جبهه آزادی مدعی کشتن دو جنگجوی طالبان در بلخ شد جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که دو جنگجوی طالبان در پی حمله نیروهای این جبهه بر یک پازگاه این گروه در بلخ کشته شدند جبهی آزادی با انتشار اعلامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته که این حمله چهارشنبه شب 21 سنبله در سایه دروازه شادیان نای اول شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ انجام شده است بر اساس اعلامیه در این حمله دو جنگجوی دیگر طالبان نیز زخمی شدند با این حال فرماندهی امنی طالبان در بلخ بدون اشاره به این حمله اعلام کرده یک تن از اعضای جبهه مقاومت که قصد پرتاب بمب دستی به پاسگاه این گروه را داشت کشته شده است به گفته طالبان یک همکار دیگر فرد کشته شده موفق به فرار شده است بیشتر نیز جبهه آزادی مدعی کشتن پنج جنگجوی طالبان در کابل شده بود معاون ترامپ طالبان و القاعده به گونه مشترک و در یک قلمرو فعالیت می کنند جیدی ونز، معاون ترم نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می گوید که طالبان و القایده گونه مشترک در افغانستان فعالیت می کنند. ونز روز چهارشنبه 21 سنبوله در گفتگو با شان هاریان یکی از نظامیان پیشین امریکایی گفته است که القایده با همکاری طالبان 11 سپتامبر سال 2001 بر برج های تجارتی جهانی در نیویورک حمله کرده بود. وای همچنان ارسال کمک های مالی دولت بایدن به افغانستان زیر سلطه طالبان را غیر منطقی و دیوانگی خوانده است معاون ترامپ تصریح کرده است چرا که یک حکومت صدها میلیون دلار را برای حمایت از تروریزم به مصرف میرساند ونس با اشاره به ورود پناهجویان افغان و ایرانی به امریکا که شرایط عضویت در ارتش این کشور را دارند خاطر نشان کرده که عاملان حمله 11 سپتامبر هم در مکاتب نیروهای هوایی ایالات متحده آموزش دیده بودند پیش از این نیز برخی از مقامهای امریکایی از فعالیت گروه های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان زیر سلطه طالبان نگرانی کرده بودند. روز پیش کامالا هارس، معاون جو بایدن رئیس جمهور امریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مناظره تلویزیونی با ترم طالبان را یک سازمان تروریستی خوانده بود. طالبان همواره حضور گروه های تروریستی در کشور را, را رد کردند. بستن سفارتها و روند عادیسازی طالبان محرومیت اسناد شهروندان آواره افغانستان در خطر است گزارش از خبرگزاری اشت صبح بسته شدن های افغانستان در بریتانیا و ناروی نگرانی های زیاد را میان شهروندان افغانستان به وجود آورده است برخی این اقدام را به عنوان نشانه ای از عادیسازی طالبان میبینند و هشدار میدهند که هر نوع تامل و همسویی با این گروه میتواند پیامدهای های زیانبار برای جامعه جهانی داشته باشد. گروه دیگر معتقد است که شهروندان آواره افغانستان در این کشورها با مشکلات حقوقی و هویتی زیاد مواجه خواهند شد و بنابراین خواستار تداوم فعالیت نمایندگی های سیاسی شدند. همزمان با این نگرانی ها از سپردن احتمالی نمایندگی های دایمی افغانستان در سازمان ملل در نیویورک و جنیوا نیز افزایش است. با این حال، سفیران افغانستان در این دو نمایندگی به روزنامه هشت صبح گفتند که تا اکنون در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد و آنان از این نمایندگی ها به عنوان سکوی صدای مردم افغانستان برای باستاب رنج و سرکوب های طالبان استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر برخی دیبلومات های پیشین اظهار می کنند که کشورهای اروپایی برای اخراج پناجویان که قوانین این کشور را نقص کردند با تعامل تخنیکی در سطح خدمات کنسولی یا طالبان گرایش پیدا کردند که این وضعیت برای شهروندان افغانستان خطرناک است کشورهای بریتانیا و ناروی دستور بستن سفارتهای افغانستان در این کشور را صادر کردند. سفیران افغانستان در این دو کشور با انتشار اعلامیه های جداگانه اعلام کردند که مسدودیت نمایندگی های سیاسی کشور به دستور کشورهای میزبان انجام شده است سپاس که تا این دم با ما بودید کافی چینل را سبسکرایب و ویدیو را لایک کنید تا ویدیوی دیگر الله ها و مددکار همه ایتان.